رئیس جمهور از همه پزشکان و پرستارانی که این روزها برای مقابله با ویروس کرونا تلاش می‌کنند قدردانی کرد. آقای روحانی در مراسم افتتاح منطقه یک آزادراه تهران شمال با بیان اینکه از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد گفت همه باید به دستورالعمل‌های وزارت بهداشت عمل کنند. حالا یه حادثه پیش میاد، به هر حال از یک کشوری یک مصیبتی پیش آمده، یک ویروسی آمده، این ویروس هم الان حدود 40 تا کشور دنیا رو مبتلا کرده، همه جا رو مبتلا میکنه، این به هر حال جوریست که همه کشورها میره، یعنی یک مسافر بی دعوت و نامیمون برای خودش سفر میکنه هر جایی میره. خب باید عبور کنیم از این مشکل، ما که نباید از مشکلات بهراسیم. رئیس جمهور افزود ما از آنفولانزای نوع بی که به مراتب از کرونا سخت‌تر است عبور کردیم و با همکاری مردم قطعا از کرونا عبور میکنیم. در این ویروس بسیار سخت تایپ بی، یعنی ویروس آنفولانزایی که در آمریکا 16 هزار نفر تلفات داد امسال و در ایران 100 خورده ای تلفات داد، این قبل بحث کرونا نیست، قبلش مال ویروس های آنفولانزای سخت تایپ بیش. خب ما عبور کردیم به هر حال از اون سختی، این ویروس سخت تر از اون نیست، البته ویژگی هایی داره از نظر تماس و از نظر سرعت انتقال شرایطش یکم فرق میکنه. رئیس جمهور با اشاره به سودجویی در بازار فروش ماسک و مواد ضد عفونی گفت این عمل قطعا برای سودجویان خسارت بار خواهد بود. اون جیبایی که دوخته میشه برای غم مردم، برای سختی مردم، بسیار خطرناکه و برای زندگی دنیا و آخرتشون جز خسارت هیچی نیست که آدم بیاد سوء استفاده بکنه. مثلا مردم گرفتارن سر یه قرص، مردم گرفتارن سر یه شوینده، مردم گرفتارن برای یه ضد عفونی، مردم گرفتارن برای یه ماسک، ما بیایم اونجا بیایم سوء استفاده کنیم. در همین زمینه وزیر صنعت معدن و تجارت هم در نشست ستاد تنظیم بازار از صدور مجوز برای واردات ماسک تنفسی خبر داد و گفت عرضه مورد نیاز تامین شده و در کنار آن مجوز موقت برای تغییر خطوط تولیدی برخی کارخانجات تولید مواد بهداشتی صادر شده است. ما 14 تا واحد فعال بزرگ داریم الان که مواد ضد عفونی کننده تولید میکنن. ما این هفته مشکل اینا رو یک یکی، یعنی بنده نفر گذاشتم یک یکی، یعنی از اینجا مثلا تا خرمشهر نفر فرستادم، یه واحد تولید الکل داشتیم اونجا، کرج نفر فرستادم، صابه نفر، یعنی دو روزا همه جا. خودم هم فردا عمر باشه نظرم اینه که یه بخشیشو میرم حضوری یکی از استانها رو انشالله. دیروز یه واحد از منطقه آزاد جلفا به من زنگ زده میگه من اسپری تولید میکنم، میتونم یکی دو روزه برگردونم ضد عفونی کننده بزنم، یعنی خطمو تغییر بدم. ما با وزارت بهداشت هماهنگ کردیم 24 ساعته به اینا مجوز داده بشه، مجوز موقت مثلا 3 ماهه، هر چقدر میتونم تولید رو، یعنی هم تولید موجود رو دو برابر کردیم، هم تولیدی که واحدهایی که میتونن تغییر خط بدن. ما 70 تا واحد فعال تولید کننده مواد شوینده دستشویی داریم، 250,000 تن ظرفیت داریم. ما مصرفمون در همین سال قبل 100,000 بوده، یعنی ما بیش از نصف ظرفیت داریم، الان همه رو فعال کردیم که عرضه کنم به مردم. مواد اولیه‌اش هم داخلیه، مشکل نداریم که. مدیر کل دفتر سلامت آموزش و پرورش اعلام کرد موردی از ابتلا به کرونا در دانش آموزان گزارش نشده است. در همین زمینه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت این بیماری در کودکان و نوجوانان ظاهر نمی شود یا با علائم خفیف بروز پیدا می کند. چند مسافر مشکوک به کرونا هم از فرودگاه امام خمینی دیپورت و به مبادی خود بازگردانده شدند. روابط عمومی فرودگاه امام خمینی اعلام کرده تاکنون تست هیچ یک از کارکنان فرودگاه مثبت نبوده است. رئیس شورای هماهنگی بانک ها از مردم خواست برای حفظ سلامتی خود امور بانکی خود را غیر حضوری انجام دهند و تا آنجا که ممکن است امور بانکی خود را با استفاده از انواع سامانه ها و اپلیکیشن های بانکی انجام دهند. رئیس پلیس تهران بزرگ هم از کشف بیش از 5,700,000
ماسک قاچاق و احتکار شده از سوداگران و قاچاقچیان خبر داد. سردار رحیمی با اشاره به دستگیری 3 نفر در این پرونده گفت ارزش تقریبی ماسک های کشف شده بیش از 10 میلیارد تومان است که تحویل وزارت بهداشت و تعزیرات خواهد شد. همین الان که من در خدمت شما هستم چند انبار دیگر رو هم کشف کردیم و اینها رو هم باز انشالله یکی پس از دیگری تحویل عزیزانمون در وزارت بهداشت میدیم و توزیع از طریق این عزیزان انجام خواهد گرفت. بله متاسفانه الان من تأکیدم اینه چون خود وزارت بهداشت در نقاط مختلف اینها رو داره عرضه میکنه و رایگان هم عرضه میکنه از طریق مراکز مجاز بگیرن، چون ما حدود 3-4 مرکز رو تو همین چند روز که داریم کار میکنیم به صورت غیر مجاز و غیر بهداشتی داشتن در واقع ماسکا رو تولید میکردن، اینها رو هم کشف کردیم. تمام این کارگاه ها به طور کامل پلم شده. این کارگاهی که ما به اصطلاح کشف کردیم بسیارشون با مارک های معروف خارجی داشتن تولید میکردن. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم به تعویق افتاد. به گفته سخنگوی 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با مصوبه شورای سیاستگذاری این دوره از نمایشگاه پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. اجلاس مجلس خبرگان رهبری بنابر تصمیم هیئت رئیسه و عمل به توصیه‌های پیشگیرانه به تعویق افتاد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد 8th اجلاس رسمی مجلس خبرگان که قرار بود روزهای 13 و 14 اسفند برگزار شود به زمان دیگری موکول شد. خب یک تیم از شبکه خبر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستقر شده برای اینکه ما بتونیم لحظه به لحظه خبرهای مربوط به کرونا رو به سمع و نظر شما عزیزان برسونیم. همکار من آقای ابویی در وزارت بهداشت آماده هست، احتمالاً با دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت صحبت میکنه. سلام میگم به شما، بعد از ظهر بخیر آقای ابویی، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عسکری. من همونطور که شما هم فرمودین در کمیته اطلاع رسانی قرارگاه مبارزه با کرونا وزارت بهداشت مستقر هستم. دقایقی پیش آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران حاضر شدن تا در خصوص آخرین آمار از مبتلایان به ویروس کرونا توضیح بدن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بدون مقدمه خواهش می‌کنم که برای بینندگان شبکه خبر بفرمایید که در واقع امروز شرایط کنترل این بیماری به چه نحوی بود. خدمت شما عرض کنم که با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون و از شبکه خبر، متعاقب بررسی‌های انجام شده که به هر حال ظرف روز گذشته و امروز تا قبل از ظهر انجام شد بر روی بیمارانی که به هر حال به عنوان موارد مشکوک به ابتلا به کووید 19 بیماری کووید 19 بستری بودند در استان‌های مختلف، اونچه که نتیجه قطعی و تشخیص قطعی آزمایشگاهی هست و تا این لحظه گزارش شده، من میتونم خدمت شما عرض کنم از ظهر روز گذشته تا این لحظه 34 نفر از بیماران بستری در بخش ها در شهرها و استان های مختلف عنوان موارد مشکوک بودند که تایید شد تشخیص قطعی اونها مبنی بر ابتلا به کووید 19. از این 34 مورد من اگه بخوام به تفکیک استان ها یا شهرستان های مورد نظر عرض کنم، 16 نفر همچنان از استان قم و شهر قم بودند که تایید شد تشخیصشون و 9 نفر در شهر تهران، 1 نفر استان فارس تایید قطعی تشخیص داشت، 2 نفر استان مازندران، 2 نفر استان گیلان، 1 نفر شهرستان نیشابور و عرض کنم خدمت شما 2 نفر استان البرز، 1 نفر هم شهرستان قشم در استان هرمزگان تایید شد. یه نکته ای که این آمار نشون میده و گزارش های ما حاکی از اون هست که همچنان اغلب مواردی که به هر حال حتی در شهرهای خارج از استان قم تایید شده تشخیص اونها، از قم مراجعت کردن یا به نوعی از اهالی قم هستن که مسافرت کردن به نواحی دیگه، از جمله مورد
امروز که در شهرستان قشت در جزیره قشت تشخیص داده شد در هرمزگان و مواردی که در شمال کشور. یکی از مشکلاتی که من فکر میکنم الان عارض شده این هست و روز گذشته هم ما در موردی که چرا مدارس وزارت بهداشت با تعطیلی اونها موافق نیست، همین موضوع هست که تعطیلی مدارس بعضن منجر به این شده که ما تردد خانوارها به جای اینکه کاهش پیدا کنه و سفرهای بین شهری به نوعی لغو بشه یا به تعویق بیفته، برعکس خانوارها حرکت کردن و الان ما دقیقا ببینیم که اغلب مواردی که در استانهای دیگر تشخیص داده میشه به نوعی مراوده با قم داشتن و حتی بعضی از این عزیزان افرادی هستن که از ساکنین و اهالی استان قم و در طی همین روزهای اخیر مسافرت کردن به استانهای جنوبی یا شمالی و موارد تشخیص اونها الان از اونجا گزارش میشه. ما استدعا داریم هموطنان عزیزمون، من بارها روز گذشته همکاران ما کارشناسان متخصصین هم در این مورد صحبت کردن، تذکر دادن، امترین جا در مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از بیماری کووید 19 قطعا منازل و خانه های خودمون هست. در شهر خودمون، در منازل خودمون بمانیم، اگر سفری ضروری است جای خود، سفرهای غیر ضروری، حتی سفرهای غیر ضروری در اون شهری رو سعی کنیم که لغو کنیم و به تعویق بیاندازیم، به خصوص افرادی که به بیماری های خاص مبتلا هستند و یا تحت درمان داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی هستن و افراد مسن. ولی این قاعده کامل است، این که ما با تعطیلی احتمالی که به قصد و با هدف کاهش ترددهای بین شهری، کاهش سفرهای بین شهری به درون شهری انجام میشه، برعکس شاهد این باشیم در بعضی مناطق این ترددها افزایش پیدا کنه، قاعدتا این به شیوع بیماری خواهد انجامید، انتقال و سرایت اون رو به شهرها و استانهای دیگر تسریع خواهد کرد و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و استدعا داریم هم کاری لازم رو هموطنان عزیزمون در این مورد داشته باشن. من عرض کنم حالا خبر خوشی نیست، ولی به هر حال از این جمعی که امروز، از این جمع 34 نفری که مطابق آمار قطعی تشخیص داده شدند، متاسفانه ظرف روزهای اخیر 3 نفر جان خودشون از دست دادن. لذا با احتساب آمار امروز، اگرچه حالا سعی من بر این هست که تجمیع نکنم آمار رو، ولی با چک کردن آمار روزهای اخیر به نظر میاد که ما تا امروز ظهر 95 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در ایران داریم و عرض کنم خدمت شما 15 نفر هم متاسفانه طی روزهای اخیر در اثر ابتلا به کووید 19 جان خودشون رو از دست دادند. آقای دکتر جهانپور، خیلی شاید برای مردم این روزها سوال باشه، اقلام بهداشتی مثل ماسک، ژل‌های ضد عفونی و اینها، دستکش یک بار مصرف از کجا تهیه بشه، چقدر ضرورت داره استفاده از اینها؟ آقای وزیر هم دیروز صحبتی که داشتن وعده دادن که در واقع ماسک به صورت رایگان داشتن، این فرایند توزیع چطور هستش با توجه که الان خرید و فروشش هم در واقع خیلی محدود شده، چطور قرار هست این در اختیار مردم قرار بده؟ یه مطلبی که خدمت شما عرض کنم و روزهای گذشته ما تکرار کردیم، اولا برای جامعه عادی، جمعیت عادی، به هیچ وجه استفاده از ماسک توصیه نمی شود. سوای این که حتی استفاده از ماسک در جمعیت عادی ممکنه بنابر برخی شواهد و مطالعات که انجام شده به نوعی مخدوش کننده موضوع پیشگیری از ابتلا به بیماری های ویروسی هم باشه، حالا محل بحث هست و مفصل میشه به اون پرداخت. ولی در مورد افرادی که به هر حال یا گروه‌های پرخطر هستند و یا گروه‌های در معرض خطر، مثل همکاران خود ما در نظام سلامت که مواجهه دارند با افراد مشکوک و افراد مبتلا و یا خود بیماران، که به هر حال استفاده از ماسک برای بیمار در جامعه بیشتر توصیه میشه تا برای جمعیت عادی، ما با اولویت استان‌هایی که به هر حال ابتلا به بیماری در اونها گزارش شده و با ارزیابی ریسک و میزان شیوعی که در نظر میگیرن همکاران ما، با این اولویت و البته حفظ تقدم افراد گروه های در معرض خطر و گروه های پرخطر، این توزیع انشاءالله از طریق شبکه بهداشتی و درمانی کشور در محله های مناسب به نحو مقتضی با مکانیزمی که اعلام خواهد شد توزیع خواهد شد، از جمله در شهرستان قم که الان که خدمت شما هستیم این آغاز شده از روزهای گذشته و ما در قالب پک های حفاظتی که شامل ماسک به اضافه ژل یا محلول ضد عفونی کننده هست، همچنین محتوای آموزشی به صورت مکتوب در به منازل تحویل خواهد شد. چه تعداد الان تحویل شد؟ اون چه که وارد شده من فکر میکنم بیش از 700 هزار پک تا روز، تا بعد از ظهر گذشته یا دیشب
وارد شهر قم شده بود که مراحل توزیع اون آغاز شده بود. من دقیقاً الان اینکه چه تعداد توزیع شده نمیدونم، ولی تقریبا باید امروز به تعداد خانوارها این پک‌های حفاظتی به شهر قم رسیده باشه و توزیع هم که خب شروع شده. ما استدعا داریم از هموطنان عزیزمون که استفاده بیمورد در مورد ماسک رو و تقاضای کاذبی که ایجاد شده رو سعی کنند با به هر حال توجیه دیگران، توجیه خانواده ها و مرتفع کردن این استراب و حتی ممکنه وسواسی که این روزها ایجاد شده باشه برای این تقاضا رو کاهش بدن. قطعا اگر کسی در معرض خطر باشه سیستم بهداشت درمانی کشور این نیاز رو برآورده خواهد کرد. خیلی متشکرم، در خدمت شما هست. خیلی متشکرم آقای ابویی از آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هم تشکر میکنم. ارتباطی داشتیم با کمیته اطلاعاتی مبارزه با کرونا که در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستقر هست. با توجه به تقاضای این روزها در بازار مواد بهداشتی و ماسک، بیشتر تولید کنندگان فعالیت خودشون رو افزایش دادن و برخی تولید کنندگان هم خط تولید خودشون رو فقط به تولید مواد ضد عفونی تغییر دادن. بخش ضد عفونی ما در دو طبقه فعالیت خودش رو هر روز ادامه میده به صورت 24 ساعته. طبقه بالا واحد تولید و میکسینگ مواد اولیه ما هستش که فرمول ها رو ما اونجا آماده سازی میکنیم و در نهایت تو طبقه پایین بسته بندی میکنیم. کارخانه‌ای که تا همین چند روز پیش با یک سوم ظرفیت خود تولید میکرد حالا با تمام توان در حال تولید است. پرسنل اینجا به ما بگید همه متخصصن دیگه؟ بله دقیقاً، همه تحصیل کرده تو رشته های مرتبط هستن. همه هم جوانن ماشاءالله. بله دیگه، کاملا سعی کردیم همه جوان باشن و از انرژیشون نهایت استفاده رو داریم میکنیم. با بالا رفتن تولیدات در این واحد تولیدی نیروی کار هم 4 برابر شده. حالا 48 ساعت من اینجا دارم کار میکنم. ما به همه انسانها تعهد داریم. چند ساعت سر کاری؟ من تقریبا 48 ساعته. بخشی از مواد اولیه ما اینجا هستش که از بهترین مواد اولیه که موجود توی دنیا هست استفاده کردیم و اینا رو تو محصولاتمون داریم استفاده میکنیم. توی این مخزن ضدعفونی دست پر شده و اکثر مخازنمون الان پر هستش که الان بتونید توش رو ببینید. توش پر از حدود 5 تا محصول ضدعفونی دست فقط توی همین یه دونه مخزنمون هست. واحد بسته‌بندی ما هستش، همینطور که میبینید با تمام ظرفیت داریم کار میکنیم. از ضدعفونی کننده های دست، ضدعفونی کننده های سطوح و ضدعفونی کننده هایی که برای مصارف صنعتی داره استفاده میشه. الان روزانه اینجا چه تعداد مواد ضدعفونی کننده داره تولید میشه؟ توان تولید دودن فکر کنم بین 10 تا 15 تن روزانه داریم تولید میکنیم، ولی بستگی داره به نوع تولیدمون. اینا تولیدات ضدعفونی دست هستش برای بیمارستان، در واقع تو بسته‌بندی های 20 لیتری. نهایتا اونجا تولیدات ضدعفونی خانوار هستش، تو بسته‌بندی نیم لیتری و یه لیتری داره انجام میشه. ما از طرف همه هموطنان عزیزمون بهتون خسته نباشید میگیم. مردم چه خیلی ها امروز چشم انتظار تولیدات شما هستن و وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم در خدمت مردم هستیم. طبق دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا، وسایل نقلیه عمومی و مدارس در تهران شبانه روز ضدعفونی می شوند. به گفته مسئولان تا زمانی که شرایط تغییر نکند ضدعفونی ادامه خواهد یافت. ساعت حدوداً 11 شبه. اینجا یکی از پایانه های مسافربری در شمال غرب تهرانه. تو این ساعت خیلی ها تو خواب نازن، اما اینجا کارگران مشغول کارن. بریم ببینیم. از ساعت 10 شب تا 5 صبح. کجاهای ماشین رو تمیز می‌کنی؟ در حال حاضر خب با توجه به اکیپایی که تعریف شده، بنده وظیفه‌ام کابین راننده و میله‌های جداسازی و دستگیرهایی که ارتباط مستقیم با مسافر، دست مسافر داره، مسافرایی که سوار میشن و میله‌های جداسازیه. اکیپ دیگه صندلی‌ها رو دور صندلی‌ها، کف صندلی‌ها، پشت صندلی‌ها. توی ناوگان شهر تهران چیزی حدود 5800 دستگاه اتوبوس داریم که هر تعدادیشون فعال باشن و در تعمیرگاه برای تعمیر متوقف نباشن حتما ضدعفونی میشه. ان شاءالله از فردا حداقل 3 نوبت در شبانه روز این کارو انجام میدیم. صبح اینا کجاها انجام میگیره؟ همه تلاشمون اینه که در سر خط و ته خط از فردا توی شهر این کارو انجام بدیم. ساعت حدوداً 12 شب و اینجا هم مترو تهرانه. اینجا هم کارگران مشغول کارند.
هولوش 150 قطار ما داخل شهری داریم و 30 قطار برون شهری داریم که اینا هر شب توسط همکار ما نظافت از دفن میشه. طول روزم انجام میگیره. طول روزم ابتدا و انتهای مسیر. کجاها تمیز میشه؟ ببینید ما اولویتمون قسمتایی هستش که بیشتر تماس دست مردم هستش. هندریل های در واقع داخل قطار، شیشه های قطار، اطراف در قطار، صندلی ها جایی هستش که مردم میشینن و استفاده میکنن. تعطیلی این روزهای مدارس فرصتی است برای ضد عفونی کردن این مکان ها با هدف مقابله با کرونا ویروس. برای ضد عفونی کردن سرویس های بهداشتی، کلاس ها، نیمکت های دانش آموزان، کلید پریزا و دستگیرا، جاهایی که بچه ها باهاش در ارتباط هستن و اومدیم که ضد عفونی کنیم. ما از روزی که ابلاغ شد بر ما و بخشنامه اومده نظارت جدی بر روی نظافت و ضد عفونی کردن مدارس منطقه داشتیم و هر روز سرکشی های لازم از طرف مراکز بهداشت انجام میشه. شمار جانباختگان ویروس کرونا در سراسر جهان به 2701 تن رسید. تاکنون بیش از 80 هزار نفر به این بیماری مبتلا شده و 27668 نفر بهبود یافتند. شمار جانباختگان کرونا در چین با 71 مورد مرگ جدید به 2663 نفر رسید. کره جنوبی به یک باره با تعداد زیاد مبتلایان روبرو شده است. این تعداد در آخرین لحظه حدود 900 نفر است که از این تعداد 9 نفر فوت کردند. مواردی از ابتلا در کشورهای کویت، بحرین، افغانستان و عراق هم گزارش شده. این ویروس تا کنون به 37 کشور سرایت کرده. پایگاه اینترنتی ورلد میتر آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا را 55 نفر اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با این بحران 2.5 میلیارد دلار از کنگره درخواست کرده است. پس لرزه های کرونا به بورس آمریکا نیز رسید. شاخص سهام داو جونز در بورس نیویورک تحت تاثیر نگرانی شیوع کرونا 3.15% کاهش یافت. ایتالیا در فاصله کوتاهی به مرکزیت ابتلا به ویروس در اروپا تبدیل شده است. تا امروز در فاصله کوتاهی تعداد مبتلایان در این کشور 220 نفر شده است که 8 نفر آنها فوت کردند. محل ابتلای بیماران در شمال ایتالیا به ویژه منطقه لومباردی در شهر میلان است. مردم با ترس و نگرانی به یک باره به فروشگاه‌های مواد غذایی هجوم برده و قفسه‌های مواد غذایی را خالی کرده‌اند. مقامات با اعمال محدودیت در شهرهای کوچک و تعطیلی مراسم عمومی سعی در کنترل بیماری دارند. ابتلا در چند کشور اروپایی و نگرانی از انتشار بیشتر ویروس در ایتالیا کشورهای هممرز با ایتالیا را به محدود کردن مسافر و حرکت قطار ترغیب کرده است. بر اثر این نگرانی ها شاخص اقتصادی شرکت های اروپا 3.5% کاهش یافته است. از مرگ اولین مورد مبتلا به کرونا در اروپا در فرانسه و افزایش فوتی ها در ایتالیا، فرانسه زنگ خطر همه جانبه را به صدا در آورد. شماره تلفن رایگان برای اعلام موارد مشکوک در اختیار عموم قرار داد و ورودی های کشور را به شدت تحت کنترل در آورده. نظارت ها در مرز فرانسه و ایتالیا دو برابر شده و نیروهای پلیس با دقت تمام رفت و آمد ها را زیر نظر دارند. وزارت بهداشت فرانسه 60 مرکز درمانی اضافی در شهرهای نزدیک به مرز ایتالیا را برای پذیرش بیماران برپا کرده. تعداد آزمایشگاه‌های ویژه تشخیص ویروس کرونا را به 2 برابر افزایش و سفارش خرید 10 میلیون ماسک ساخت فرانسه را داده است. 500 مسافر یک قطار اتریشی که تصمیم به عبور از خاک این کشور را داشتند، به دلیل وجود 2 مسافر مشکوک به ویروس کرونا، ساعت‌ها در مرز اتریش و ایتالیا متوقف شدند. راه آهن اتریش فوراً تمامی مسیرهای رفت خود را به مقصد ایتالیا لغو کرد. شرکت هواپیمایی اتریش پس از شروع اپیدمی ویروس کرونا در چین، تمامی پروازهای خود را به مقصد پکن و شانگهای تا اواخر ماه مارس متوقف کرده است. ما باید خود را برای هر سناریویی آماده کنیم. وزارت کشور و بهداشت هر روز مردم را از آخرین اخبار درباره ویروس کرونا مطلع خواهند کرد.
و وزارت خارجه نیز از امروز برای حفاظت از سلامتی شهروندانمان درباره سفر به کشورهایی که ویروس و کرونا در آنجا شناسایی شده هشدار خواهد داد. در حالی که تا 4 روز پیش تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا در ایتالیا فقط 3 نفر اعلام شده بود، همکنون این تعداد به بیش از 220 نفر افزایش یافته است. کانون اصلی شیوع کرونا در ایتالیا 4 استان شمالی لومباردیا، وینتو، پیمونت و امیلیا رومانیا است. همکنون 11 شهر در شمال ایتالیا در قرنطینه کامل هستند و ورود و خروج شهروندان به آنها ممنوع شده است. در 4 استان شمالی کانون بحران مدارس، دانشگاه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی تعطیل و مسابقات ورزشی و تجمعات مذهبی نیز لغو شدند. آلمانی ها چطور با کرونا مقابله می کنند؟ کشوری که تا پیش از شروع کرونا در ایتالیا بیشترین آمار آلودگی را در اروپا داشت. دولت از ابتدای کشف اولین مورد در شرکتی در ایالت بایرن آن شرکت را قرنطینه کرد و از همه اطرافیان فرد آلوده تست گرفت. پروازها به چین هم قطع شد. وزیر بهداشت می گوید مهم اینه که ما مسئولان سیاسی کشور با جدیت لازم، هوشیاری، اقدامات متناسب و با حفظ آرامش برای جامعه اقدام کنیم. برای جلوگیری از شایعات، منابع آماری و اطلاع رسانی با تصمیم گیران وحدت نظر دارند. مردم هم اغلب واکنشی به دور از هیجان به کرونا دارند. من فکر میکنم همه مسائل به خوبی ثبت میشه و اگر واقعا این ویروس فراگیر شد اون وقت باید عکس‌العمل لازم رو هم نشون بدیم. بنابر اعلام وزارت بهداشت انگلیس، شمار افراد شناسایی شده مبتلا به کووید 19 در این کشور به 13 نفر رسیده است. در انگلیس شمار افرادی که در ارتباط با ویروس کرونا در قرنطینه‌اند اعلام نشده است، اما آزمایش تشخیص آلودگی به ویروس کرونا بر روی بیش از 5000 نفر در انگلیس انجام شده است. بنابر اعلام رسانه‌ها در انگلیس 83 انگلیسی بازگشته از چین و مشکوک به آلودگی به ویروس کرونا پس از 2 هفته قرنطینه این هفته مرخص شدند. اما 32 مسافر انگلیسی که از کشتی دیاموند پرنسس از سواحل ژاپن به انگلیس آورده شدند به قرنطینه رفتند. سوای از مسافران کشتی دایموند پرنسس اکنون در جمهوری کره پس از چین بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. ما با دولت کره جنوبی درباره چگونگی انتقال و گسترش ویروس کرونا در حال گفتگوییم تا علت این افزایش را پیدا کنیم. پرونده ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در حالی به تازگی در انگلیس باز شده که بر اساس آمار وزارت بهداشت این کشور سالانه به طور متوسط 600 نفر به علت ابتلا به آنفولانزا در این کشور جان خود را از دست می‌دهند. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. اخبار کرونا را از منابع موثق پیگیری کنید. مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت گفت ترس از بیماری جدید یا ناشناخته مثل کرونا طبیعی است، اما نباید با بازنشر اخبار و اطلاعات نادرست و غیر موثق به ویژه از طریق فضای مجازی باعث استراب و نگرانی در جامعه شد. دکتر حاجبی گفت محدود کردن منابع کسب اطلاعات و استفاده از منابع موثق ترس و نگرانی ناشی از کرونا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. با تمام نکات مثبتی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داره، ولی گاهی اوقات متاسفانه به دلیل استفاده نادرست ازش ما ضربه میکنیم. ما الان عموم جامعه ما در بمباران اطلاعاتی قرار گرفته و از منابع مختلف داره اطلاعات در رابطه با ویروس میگیره. یکی از توصیه ها این هست که ما میزان مراجعمون رو به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محدود بکنیم. یک، دو، سعی کنیم اخبار رو از جایی بگیریم که موثق باشه. حداقل در حال حاضر در کشور ما موثق‌ترین اطلاعات از سمت وزارت بهداشت و در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی هستن و یا شبکه‌های بهداشت دارن. اینا میتونن در حال حاضر اطلاعات موثق‌تری رو نسبت به بقیه جامعه ارائه بکنن. اگر ما حتی اطلاعات بین‌المللی بخوایم، خب در حال حاضر معتبرترین جایی که ما میتونیم مراجعه کنیم و اطلاعات بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت میشه از اونجا اطلاعات گرفت. دکتر حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران هم در این گفتگو با اشاره به اینکه این ویروس هم مانند سایر ویروس‌های سرماخوردگی است گفت تفاوت کرونا با سایر ویروس‌ها در جدید بودن آن است.
آدمایی که میگم مسنن، آدمای زمینه دار، اینا اگه بیماری کردن و بیماریشون هم شدید شد واقعا، خب اینا باید مراجعه بکنن. ولی اینطوری نی واقعا که هر کسی که یه آبریزش بینی خفیف پیدا میکنه، یه گلو درد خفیف، که تو حالا اگه این اسم این کرونا و اینا نبود، تو حالا به اصطلاح بود اصلا مخاطرش محلش نمیذاشتیم و دو سه روزم بعد تموم میشد. اینم دقیقا این همونه. ما یه عالمه ویروس داریم که باعث عفونت‌های تنفسی میشه، اسمای مختلف داره، کرونا ویروس، متاپونومو ویروس، پارا آنفلانزا، اینم اسم یکی از اون ویروس ها. فرق این ویروس با بقیه میدونین چیه؟ این جدیده. اون ویروس ها رو ما قبلا از بچگی گرفتیم، تو بدنمون یه پادزهری نسبت بهش ساخته شده و ما دیگه نسبت به اونا ایمن شدیم. اما این ویروسه چون جدید پدید اومده، هیچ کی در مقابلش ایمنی، یعنی همه میگیریم همین، یعنی اینم مثل یه سرماخوردگیه، فقط فرقش با اونا اینه که جدیده.